سوگند به خون همراهانم، سوگند به عشق مادران، هرگز به زیرشان نمیرد فریاد جاودانه. همراهان گرامی و همیشگی، درود بر شما. به گزارش برخی منابع غیر رسمی، فرد دوم از نیروهای ویژه حفاظت از فرزند رهبر رژیم جمهوری اسلامی با اتهام سنگین جاسوسی مواجه شده است و گفته می شود که یک هفته است ناپدید شده است. این فرد که نامش هنوز به صورت رسمی فاش نشده، یکی از اعضای برجسته تیم حفاظتی بوده که وظیفه مراقبت از امنیت نزدیکان رهبر را بر عهده داشته است. خبرگزاری های رسمی نزدیک به حکومت هنوز به این موضوع واکنشی نشان ندادند، اما شایعاتی مبنی بر دست داشتن این فرد در انتقال اطلاعات حساس به نهادهای خارجی در حال گسترش است. افرادی همچون قاسمی، سیاستمدار نزدیک به محمد باقر قالیباف، این خبر را تایید کردند. برخی منابع مدعی شدند که این فرد آخرین بار در یکی از شهرهای مرزی دیده شده و احتمال خروج او از کشور را می‌دهند. برخی تحلیلگران معتقدند که این اقدام می تواند به معنای دست داشتن وی در ارتباط با سرویس های جاسوسی و حتی ترور اسماعیل هنیه باشد. برخی منابع هم حتی احتمال می دهند که وی توسط نهادهای امنیتی داخلی به منظور انجام تحقیقات بیشتر بازداشت شده باشد. این خبر در حالی منتشر می شود که نگرانی ها در مورد نفوذ جاسوسی در بالاترین سطوح امنیتی کشور افزایش یافته است. در همین حال خبر دستگیری سردار حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه فراجا هم که گفته شده متهم به جاسوسی در پرونده کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران است، تکذیب شده است. اما برخی منابع آگاه میگویند که به دلیل حفظ آبروی جمهوری اسلامی این تکذیب صورت گرفته و وی هنوز در بازداشت اطلاعات سپاه به سر میبرد. صبح 14 مرداد 1403 برخی از افراد در شبکه اجتماعی اکس و تلگرام مدعی شده بودند که حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه فراجا، به دلیل جاسوسی در پرونده ترور هنیه دستگیر شده است. خبرنگار تسنیم این خبر را از فرماندهان فراجا پیگیری کرد و برخی از فرماندهان آن را تایید کرده بودند. یادآور می شود که علی یونسی، وزیر اطلاعات سابق جمهوری اسلامی و دستیار ویژه حسن روحانی، پیشتر در اظهاراتی جنجالی نسبت به نفوذ گسترده موساد در جمهوری اسلامی هشدار داده بود. وی با اشاره به عملیات‌های اخیر موساد در کشور گفته بود که نفوذ این سازمان جاسوسی تا بیخ گوش مسئولان ارشد جمهوری اسلامی و حتی تا بیت رهبرمان رسیده است. یونسی افزوده بود که موساد با استفاده از ضعف‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور توانسته به طور گسترده‌ای در لایه‌های مختلف نظام نفوذ کند. این هشدارها پس از آن مطرح شده بود که چندین عملیات پیچیده در داخل ایران، از جمله ترور محسن فخری زاده و حمله به تأسیسات نطنز، به موساد نسبت داده شد. یونسی در آن زمان تصریح کرده بود که این اقدامات نشان می‌دهد که دشمنان ایران توانستند از نزدیکترین افراد به رهبر نیز اطلاعات کسب کنند و حتی تا بیخ گوش رهبری نفوذ کنند. این اظهارات علی یونسی موجی از نگرانی ها را در میان مقامات کشور به وجود آورده بود، در حالی که برخی از مقامات اطلاعات سپاه آن را تکذیب کرده بودند. اما حالا پس از ترور اسماعیل هنیه به نظر می رسد که اظهارات او درست بوده است و تمامی مقامات رژیم جمهوری اسلامی باید نگران جان خود باشند، به ویژه آنکه حالا به نظر می رسد که اسرائیل پس از تشکیل شبکه جاسوسی مورد نظر و داشتن اطلاعات کافی از تمامی مقامات جمهوری اسلامی بی پرواتر هم شده است. در همین رابطه روزنامه تلگراف به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داده است که تصمیم جو بایدن برای کنارگیری از رقابت‌های انتخاباتی بنیامین نتانیاهو را برای اقدام علیه رژیم جمهوری اسلامی جسورتر کرده است. به گفته این مقام اسرائیلی، بایدن زمانی که در رقابت‌های انتخاباتی حضور داشت تلاش می‌کرد نتانیاهو را در ارتباط با اقدام علیه تهران محدود کند. این مقام اسرائیلی معتقد است که رژیم جمهوری اسلامی هم از این وضعیت آگاه بود و به همین دلیل در فروردین از چنین موقعیتی استفاده کرد تا به اسرائیل حمله کند. اما حالا احتمالاً برای به گفته خودشان انتقام از اسرائیل
با چالش‌های بیشتری مواجه خواهند بود. تلگراف با اشاره به صحبت‌های جو بایدن که گفته بود تصمیمش برای کنارگیری از رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری به معنای یک تغییر بزرگ بازی در خاورمیانه است، گفته این به آن معناست که ایران برنامه ریزی کرده بود از تأثیر محدود کننده کارزار انتخاباتی بایدن بر اسرائیل در جنگ آشکار و پنهانش با این کشور بهره برداری کند. در همین حال به گزارش تلگراف، اسرائیل در حال آماده سازی برای واکنش جمهوری اسلامی به کشتن اسماعیل هنیه در تهران در روز چهارشنبه است و ضمن تشدید حفاظت از سایت‌های حساس در سراسر این کشور در حال افزودن به بخش‌ها و امکانات بیمارستان‌های کشور است. دانربل، پژوهشگر مرکز مطالعات اسرائیل در دانشگاه آمریکایی، به تلگراف گفته است که هرچند نتانیاهو ممکن است احساس کند که اکنون کمتر به رئیس جمهور بایدن متعهد است، اما حمله به فؤاد شکر در بیروت و اسماعیل هنیه در تهران احتمالاً برای جلب نظر افکار عمومی داخل اسرائیل و درک نیاز به تغییر تاکتیک های آنهاست. در همین حال به نظر می رسد که دولت جو بایدن در آخرین روزهایی که بر سر قدرت حضور دارد تمام تلاش خود را می کند که از ایجاد جنگی فراگیر در منطقه جلوگیری کند. جو بایدن به نظر می رسد تمام تلاشش را برای ارائه پیشنهادهایی به جمهوری اسلامی جهت جلوگیری از جنگ به کار گرفته است. همزمان با سفر ناگهانی وزیر خارجه اردن به تهران، روزنامه الجریده چاپ کویت در این رابطه ادعا کرده است که با میانجیگری عمان یک هیئت آمریکایی هم مخفیانه به تهران سفر کرده است. در این گزارش که 14 مرداد منتشر شد، تأکید شده مأموریت این هیئت جلوگیری از وقوع یک جنگ بزرگ در منطقه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل است. این هیئت پیشنهاداتی برای مقامات جمهوری اسلامی ارائه می‌کنند، از جمله سرمایه گذاری چند شرکت در اقتصاد بحران زده ایران. یک منبع ناشناس به الجریده گفته که هیئت آمریکایی با یک هواپیمای شخصی از ترکیه به تهران پرواز کرده و روز پنج شنبه 11 مرداد در فرودگاه پیام کرج در غرب تهران به زمین نشستند. هیئت آمریکایی در مورد پیامدهای شدید یک جنگ احتمالی به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده است. این رسانه کویتی همچنین ادعا کرده است که دولت جو بایدن نیز منتقد سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است و حتی برای کنار گذاشتن نتانیاهو از قدرت در آخرین روزهایی که جو بایدن قدرت دارد تلاش می‌کند. در حالی است که در صورت بازگشت دونالد ترامپ به قدرت احتمالاً بنیامین نتانیاهو هم به عنوان متحدی قوی برای دونالد ترامپ قدرتش تثبیت خواهد شد. خواهان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.